بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. توجهتون رو جلب میکنم به گفتاری در مورد ماه خرداد. این گفتار آغاز سلسله گفتاری است که در مورد این ماه خواهیم داشت به تدریج، و در اون به بررسی ابعاد مختلفی میپردازیم که در این ماه پر ماجرا و پر حادثه در انتظار کشورمون هست. سال گذشته در چنین روزهایی کسی انتظار نمی داشت که در پایان ماه و در روز 23 خرداد حرکتی آغاز بشه که از خودش توان و پتانسیل اینو نشون بده که بتونه تبدیل بشه به یک حرکت سرنوشت ساز. اما این بار این آگاهی رو ما داریم و به تناسب این آگاهی میتونیم آمادگی لازم رو به دست بیاریم برای اینکه ازش استفاده بهینه بکنیم، استفاده مناسب بکنیم در جهت ایجاد تغییر در شرایط کنونی ایران، یعنی اون چیزی که خواست ما هستش. واقعیت اینه که یک سری از پارامترهای فرافردی و پارامترهای کلان داره عمل میکنه به نفع یک فرایند تغییر در ایران، و اون عبارت است از شرایط اقتصادی وخیم دولت جمهوری اسلامی که یک دولت عملا ورشکسته هستش و در ماه‌های آینده با فشارهای جدیدی که احتمالا بر اثر تحریم‌ها روش خواهد اومد، کمرش زیر بار فشارهای اقتصادی گوناگون از داخل و خارج خواهد شکست، و بنابراین بستری به وجود میاد برای اینکه بتونه تبدیل بشه به یک رژیم ضربه‌پذیر و آسان برای فروپاشی و حتی سرنگون شدن. بنابراین یک سری از پارامترها به صورت کلان و در ورای اراده ما داره عمل میکنه و پیش میره. اما این به معنای این نیستش که ما شاهد فروپاشی اتوماتیک و خودکار نظام جمهوری اسلامی خواهیم بود و از شرش راحت خواهیم شد و میتونیم یک ایران آزاد داشته باشیم. چنین چیزی وجود نداره و فقط رویا هستش. بخش اصلی و بخش تعیین کننده در واقع عبارت است از اون وجه ارادی مبارزه که ما میتونیم اون رو پیش ببریم با دانش خودمون، با آگاهی خودمون، با خواست خودمون، با وابستگی جدی به ارزش‌های خودمون، به دستگاه ارزشی خودمون، و بریم به سمتی که نقشی رو بیافرینیم که میاد در کنار اون عنصر جبری یا کلان عمل میکنه و کار رو تمام. این که من تاکید دارم بر روی مسئله ارادی به خاطر این استش که تجربه تاریخی نشون میده، به خصوص در مورد مثلا کشورهای فقیر آفریقایی که صرف فشار اقتصادی و حتی میتونم بگم از هم فروپاشی دولت سبب ایجاد دموکراسی نمیشه. نگاه بکنیم به وضعیت اقتصادی کشوری مثل زیمبابوه که برای خریدن یک نان شما باید چند صد میلیون از واحد اون پول اون کشور بپردازیم، و همچنان دولت دیکتاتور و ضد دموکراتیک موگابه در اونجا رأس قدرت هستش و مردمش در فقر و ذلت دارن زندگی میکنن. خب این به معنی این هستش که حتی یک دولتی که آلترناتیو نداره و جامعه‌ای که به پا نمیخیزه به صورت وسیع و گسترده میتونه چنین دولتی دووم بیاره در مقابل فشارها، در مقابل حتی فروپاشی ساختار اقتصادی خودش، و به هر روی با استفاده از ابزار سرکوب یک ظاهری از دستگاه حکومتی رو نگه داره و به این ترتیب بر رأس قدرت باقی بمونه و مانع از استقرار نهادینه دموکراسی در اون کشور بشه. بنابراین این رو در ذهن داشته باشیم که صرف فشارهای اقتصادی نمیتونه سبب از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی بشه. دوم این که حتی اگر کار به جایی برسه که نظام، یعنی حکومت در واقع فرو بپاشه و یک نوع نبود حاکمیت در ایران به وجود بیاد، باز هم این دلیل بر این نمیشه که جامعه بره به سمت دموکراسی. نگاه بکنیم به مورد کشور سومالی به طور مثال که سالهاست فاقد یک حکومت مرکزی هستش، و حکومت مرکزی به دلیل عدم توانایی مالی و عدم قدرت اجرایی عملا فرو پاشیده، اما بر روی عده‌ای هستند که قدرت رو در دست دارن، در مقابلش هم یه سری جناح‌های دیگه و با هم دیگه مسلحانه برخورد میکنن. و این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که در هیچ جایی نمیشه انتظار داشت
که صرف فروپاشی حاکمیت حتی از حیث اینکه ساختارهاش در هم بپاشه سبب بشه که به راحتی در اون کشور به صورت خودجوش به صورت اتوماتیک چیزی به اسم دموکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی، مردم سالاری و مسالی از این دست به وجود بیاد. معنای این چیست؟ معنای اینه که در کنار این پارامترهایی که میتونه کمک بکنه به اینکه یک حاکمیت دیکتاتوری، حاکمیت ضد مردمی و ضد دموکراتیک قدرتش تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا بکنه و حتی برسه به یه جایی که اعلام ورشکستگی مالی بکنه مثل دولت زیمبابوه و یا بره به سمت این که مثل دولت سومالی فرو بپاشه، اما در کنار این نیاز هستش به چیز دیگری که اون رو فقط و فقط اراده انسانهای آگاه و کار جمعی اونها و بعد تلاش اونها برای سازمان دادن به فعالیت‌هاشون در جهت ایجاد چیزی که بتونه بیاد و یک تلنگری به این دولت ورشکسته، دولت فاقد پایه‌های اجتماعی، دولت فاقد قدرت و توان مالی و اجرایی بزنه، اون رو کنار بزنه و بعد قدرت رو به دست بگیره و جامعه رو اداره بکنه. تا زمانی که این وجه ارادی و فکر شده از جانب بخشی از نیروهای فعال اجتماعی انجام نشه، نمیتوان انتظار داشت که صرف فشارهای داخلی یا خارجی سبب بشه که یک حکومتی قدرت رو واگذار بکنه به معلوم نیست کی. تا زمانی که کسی نیاد قدرت رو از حاکمیت استبدادی و ضد دموکراتیک بگیره، او قدرت رو به کسی واگذار نمیکنه به دلخواه خودش و بنابراین این موضوع میتونه سالهای سال ادامه پیدا بکنه. پس زمان آن رسیده که ما از این نگاه جبرگرا، نگاه قضا و قدرگرا، کلیگرا، ساختارگرا که اینطور به نظر میرسه که میشه در خونه ها نشست به اصطلاح نوعی عافیت جویی رو حاکم کردش و در این حال انتظار داشت که بر اثر تحریم ها و عرض شود بالا رفتن قیمت ها و مسائلی از این دست حکومت فرو بپاشه و ما بریم به سمت این که بتونیم به دموکراسی دست پیدا بکنیم، این تصور بچگانه، این تصور ایدئالیستی، ذهنی و غیر واقعی رو ما باید بذاریم کنار و بریم به سمت به صورت افراد و انسانهای بالغ با موضوع برخورد کردن، یعنی کسانی که از بلوغ فکری و جامعه‌ای که از بلوغ تاریخی برخوردار هستش. این رو در گفتارهای گذشته بهش پرداختیم. اجازه بدید نتیجه گیری کنم. ما در ماه خرداد این فرصت تاریخی برامون به وجود میاد که بتونیم وجه اراده‌گرای خواستهای خودمون رو، وجود خودمون رو بیاریم در وسط صحنه و با پرداختن بهای لازم این اراده رو به دشمنمون یعنی نظام ضد ایرانی و ضد انسانی جمهوری اسلامی تحمیل بکنیم. اگر چنین اراده‌ای در ما وجود داره، اگر چنین خواستی در ما وجود داره، از این ماه خرداد به نحو بهینه استفاده خواهیم کرد و میایم حد اکثر کار رو تلاش رو انجام میدیم برای اینکه کار رو به ثمر برسونیم و این جنبش رو به موفقیت بکشونیم. راجع به اینکه چگونه میتوان این کار رو کردش، چگونه به صورت مشخص میتوان اراده خود رو متحقق ساخت، قبلا بسیار سخن گفتیم در قالب فعالیت هایی که در درون تشکل سازمان خود رهاگران هست. جزوات فراوانی تولید شده در این زمینه که بر روی وبسایتش موجوده و بدیهی است که در روزها و هفته های آینده من در این ویدیوها از هر فرصتی استفاده خواهم کرد تا در مورد چگونگی تحقق تبلور اراده خودمون کار بکنیم، فکر بکنیم، نظر بدیم و سعی کنیم همفکری بکنیم. اما در نهایت فراموش نکنیم که راز قضیه در این هستش که ما باور بداریم که بر اساس اراده ماست که کار میتونه تموم بشه و نه بر اساس یک سری از پارامترهای ماوراءطبیعی که میشینیم در ذهنمون خیال بافی میکنیم. اگر به این نتیجه‌گیری روشن برسیم که چیزی در ورای اراده ما نمیتونه بیاد تموم کننده کار باشه، من فکر میکنم که این سرآغاز درست فکر کردن در مورد واقعیت جنبش هستش و بدیهی است که الان
که در ابتدای ماه خرداد به سر میبریم، اگر شروع بکنیم به طور دقیق اینگونه فکر کردن، میدونیم که فرصت‌های بسیار خوبی تا چند هفته دیگه در انتظار ما هستش که با یک چنین دیدی، با یک چنین نگاهی میتوان به نحو بهینه از اون فرصت‌ها استفاده کرد. به هر حال در گفتارهای بعد و در یک سلسله گفتار در ماه خرداد روی موضوعات و جنبه‌های مختلف این مسئله کار می‌کنم. از توجهتون تا گفتار دیگر.